تیم‌های ملی فوتبال تاجیکستان و روسیه بازی رفیق‌خانه بین‌المللی خود را در ورزشگاه مرکزی جمهوری دوشنبه دایر نمودند. مدت زیاد بود که تیم ملی تاجیکستان در احاطه انبوه زیادی مخلصان فوتبال کشور بازی دوستانه برگزار نکرده بود. ضمن آن باید گفت که آخرین بازی رفیق‌خانه تاجیکستان در ماه ایونی سال 2019 با افغانستان صورت گرفته است. تشریف یکی از تیم‌های پرقوت اروپا اشتراکچی مرحله چهارگ نهایی چمپیونات جهان 2018 برای انجام دیدار دوستانه با دوشنبه نه تنها تجربه بلند برای فوتبال بازان ما شد، بلکه ایدی حقیقی فوتبال برای مخلصان میهن گردید. بازی در آغاز با برتری مهمونان صورت میگرفت، ولی لحظه های خفناک برای دروازه‌بان ما رستم یتیموف زیاد نبودند. فوتبال بازان تاجیک در نیمه اول بیشتر به خطاگی راه میدادند که شاید از احساسات زیاد و حالت بلند جسمانی حریف بود. با استثنای دو فرصت احسان پنجشنبه، امکانیت های دیگر برای شاگردان پیتر سگرد در قسم اول دیدن نمیشد. دفاعگران ما با هر راه نباشد بر حمله های حریف جوابی مناسب میدادند. در قسم دویم بازی تیم ملی ما رنگ دیگر گرفت. در 15 دقیقه اول حالت های خیلی زیاد به میان آورده شد. بعدی با میدان آمدن علیشر جلیلوف و با کنار راست گذشتن احسان پنجشنبه بازی بچه های ما رنگ دیگر گرفت. حمله های دسته ما در کنار راست با هنرنمایی منوچهر سفر و احسان پنجشنبه زود ایان بود. بعدی با دست بازی کردن یکی از دفاعگران روس امکانی زدن ضربه جریموی به میان آمد، اما احسان از حالت استانداردی نتوانست ضربه خطرناک انجام دهد. کوشش های مهمانان نیز کم نبود، ولی خط محافظت ما نیز استوار بود. نقش وحدت هنونوف در برهم زدن حمله های حریف خیلی کلان بود. حساب 0-0 برای مخلصان 20,000 نفره شاید چندان خوب نبود، اما نتیجه دلها را تسکین داد. مساوی در مقابل این حریف نتیجه خوبه برای موقع تیم ملی امون در رده بندی فیفا است. این چونی برگزاری چونین بازی های سطح بلند برای آمادگی منتخب میهن جهت اشتراک در مرحله نهایی چمپیونات آسیا 2023 نقش بسزا دارد. بازی امروز خیلی بازی سخت بود و ما همگان میدونیم که تیم ملی روسیه چجوری تیم یکی از اروپایی که خیلی تیم قوی هستند و ما همگان میدونیم که چجوری با تیم های در جام جهانی 2018 با مقابل روسیه با مقابل اسپانیا چجوری بازی کردن. طول یه هفته میشد که با این بازی خیلی تئوری جدی دیدیم و اول منادوری خود را به مخلصان دسته میرسونیم که ما را در این روز تنها نگذاشته آمده دستگیری کردن باوری کردن و ما هم حرکت کردیم که از باوری اون مخلصان برآمده بازی خوب میشوندیم. بازی با منتخب روسیه برای ما آمادگی خوب و قدم استوار به چمپیونات آسیا سال 2023 گردید. اگرچه تیم ملی فوتبال روسیه بسیار پرقوت است، ولی ما نشان دادیم که میتوانیم در برابر آنها ارزنده هنرنمایی کنیم. شاید بسیاری ها به چنین نتیجه واخوری باور نداشتند، لیکن زحمت و تلاش هایی که ما کشیدیم ثمر آورد. Про качество футбола, если говорить, то первый тайм понравился, второй тайм меньше контроля было, поэтому началась игра без центра поля туда-сюда, особенно первые там, минут 20. Потом опять же, опять взяли под контроль игру, более спокойно, игра спокойно русло перешла. В ближайшие дни завтра переезжаем в Узбекистан, и все, и находимся в Узбекистане, и готовимся к игре в Узбекистане. اینچونین پس از انجام رقابت دوستانه بین المللی با اشتراک سرمربی های تیم های ملی تاجیکستان و روسیه نشست مطبوعاتی دایر گردید. سرمربی منتخب فوتبال روسیه والری کارپین چون هر وقت با زبان درشت با سوال های روزنامه‌نگاران پاسخ گفت، سخن اولین کارپین در نشست خبری چونین بود؟ این بازی برابر نبود، ولی نتیجه شاید عادلانه بود. اگر درباره صفت فوتبال سخن رانیم، نیمه اول به من پسند آمد. در قسم دوم نظارت توپ از جانب ما کمتر بود. بازی به نهایت مشکل آغاز شد.
مخصوصاً 20 دقیقه اول بازیگران ما با قرقیزستان 10 مرتبه بدتر بازی کردند ولی غلبه کردند و این خوب بود. ما امروز پیروز نشدیم، یعنی همش بعد از گفت سرمربی منتخب فوتبال روسیه. اینچونی والری گیورگیویچ با سوال آن که خواهش انجام بازی جوابی رفیقانه با منتخب فوتبال تاجیکستان در روسیه را دارد چون این گفت بله این بسیار خوب می شود تا اینکه یک بازی دیگر در فدراسیای روسیه دایر شود. پس از سرمربی منتخب فوتبال روسیه با سوال های نمایندگان وسایط اخباری اما سرمربی یکچین فوتبال تاجیکستان پتر سگر جواب گرداند. در آغاز صحبت سگر نظر خود را درباره بازی مذکور چون این بیان کرد: امروز از همه مهم به روسیه نشان دادم بود که ما میتوانیم با آنها در یک صد رقابت کنیم. با احترام به همه بازیگران تیم منتخب روسیه و والری کارپین، این مساوی برای ما با پیروزی برابر است. واقعا ما امروز بار دیگر نشان دادیم که ما زینه با پیش حرکت داریم و انجام بازی رفیقانه با روسیه برای سیقل دادن مهارت انفرادی هر یک فوتبال بازی منتخب و جهت آمادگی به چمپیونات آسیا 2023 نقش ارزنده دارد. در آخر سرمربی منتخب فوتبال تاجیکستان پتر سگرد با اصول خاص به خود و با شیار تاجیکستان به پیش تالار مطبوعاتی را ترک کرد.